به نام خداوند جان و خرد. 23 نشست از سلسله جلسات سه‌شنبه های مجله بخارا رو در سه‌شنبه 16 مرداد 1403 در مرکز مطالعات خاورمیانه آغاز می‌کنیم. نخست تشکر می‌کنیم از استاد مصطفی ملکیان که دعوت ما رو برای بحث در باره کتاب خارپشت و روبا نوشته آیزا بردین با ترجمه زندیات دریابندری پذیرفتن. از آقای دکتر قدیر نصری مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه تشکر میکنیم که این امکان رو برای برگزاری این نشست فراهم آوردن و خواهش میکنم که تشریف بیارن. استاد عزیز جناب آقای ملکیان، آقای دیباشون خاموشی خواهی بزنند و دانشور والا مقام جناب آقای دیباشی عزیز و به خصوص شما سرداران گرامی، به محض اینکه ما با آقای دکتر آقای بهباشی صحبت سر این کتاب بسیار ارزشمند شد، بدون فکر گفتیم که استقبال میکنیم. یاد روزهایی افتادم که آقای استاد گرامی آقای مصطفی ملکیان 25 سال پیش مشاور و رهبر مثالی دکترای من بودند و یاد اون روزها واقعا در من بسیار شرم‌انگیز بوده و هست. بعد از این همین مدت که میشه رفت در محضر استاد هستیم و انشاءالله خواهیم شدیم که انشاءالله ببینیم خارپشت با روبا چه نسبتی دارن و ما در کجا ایستاده‌ایم. بسیار بسیار فرصت ارزشمندیه. به مرکز مطالعات خاورمیانه خوش آمدید. فقط چون 3-4 نفر از دوستان کلام بالا بودن و از من خواهش کردن یه نکته در مورد این مرکز بگم. این مرکز هیچ ربطی به حکومت نداره، یه مرکز کاملا غیر دولتیه. قبلا این گچبرگر بسیار زیبایی که می‌بینید، چند بیشتر در خدمتتون باشیم. 10 معماران ارجمند ایرانی در دهه 40 اینجا زحمت کشیدن، گچبرگی کردن. این ساختمون متعلق بوده به رئیس شرکت بخت‌آزمایی ایران. بعد از انقلاب مثل خیلی از ساختمان‌های دیگر در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت و در سال 1365 اینجا رو به وزارت خارجه از بنیاد مستضعفان خرید که ترکتور باشه اصطلاحاً. چون بعد از این وزارت خارجه با ترکتورها یا سازمان‌های غیر دولتی برخوردهای دیگری داشت، یه بار حمایت می‌کردن، یه بار نهایتاً در زمان آقای محمود احمد نژاد این مرکز کلاً تعطیل شد و آقای دکتر سیادرم که رئیس اینجا بود و گفتن که نباشید و همه رفتن. نهایتاً هیئت عمله اینجا آدم‌های ارزشمندی هستن، آقای دکتر سیادرم، آقای شمس‌البارزی و آقای دکتر نیازی و کسانی دیگر رفتن به وزارت خارجه توافق کردن، گفتن که به ما آزادی بدهید، ما آزاد و مستقل باشیم، از شما بودجه نمی‌خوایم. اونا هم گفتن باشه، ما به شما هیچ کمکی نمی کنیم، فقط این ساختمون امانتاً در اختیار شما باشه. ما الان در واقع توی این حیاط یک کافه گذاشتیم، از درآمد اونجا از این قبیل برنامه ها حمایت میکنیم و افتخار هم میکنیم. انشاءالله که از همین روزها و همین جمعها باشه و ما مخاطب استادان گرانسنگی مثل استاد ملکیان باشیم با راهبری و حمایت جناب آقای بهباشی که به تنهایی به تعمیر یک بزرگی کار یک وزارت ارشاد به انجام میدن و اینقدر ایشون من های سانسور کار کردن. بله واقعا کار یک ارشاد وارسته و پریده و متناسب با شهر ایرانیان، نه ارشاد مطارم به طور کلی. بله خیلی خیلی خوشحال هستم. من فقط گفتم جهت خوش آمدگویی، واقعا دوست دارم که
تعظیم کنم برای راهبران و بانیان همچین نشست‌هایی. امیدوارم و مطمئن هستم که از این نشست حتما بهره خواهیم برد. آقای دهباشی رهبر این نشست رو تشریف دادن. خیلی متشکر آقای دکتر نصر، خیلی ممنون. جلسات متعددی من خواننده متنایی بودم که اینجا برگزار میشد در باره دکتر شایگان و دیگر متفکرین اندیشه اجتماعی و سیاسی ایران. از جناب استاد ملکی رو دعوت میکنم که تشریف کنم. دوستان ردیف آخر پاشن بیان اینجا، جا هست که وقتی رفت آمد میشه ارتباط کلام قطع نشه. یه اینجا تازه واردین بیان اونجا بشینن، اینجا جا هستش. و در باب هر متفکر می شود این اندیشه
استفاده کرد. با این که آیزول برژی در این کتاب این روباه و خارپوش، نظریه روباه و خارپوش رو فقط در باب تولستوی، اون هم فقط در باب جنگ و صلح تولستوی و اون هم فقط در باب نظریه تاریخ جنگ و صلح تولستوی اعمال کرده. ولی اصلا این نظریه اگر محبود ذهن مخاطب قرار بگیره، این نظریه رو میشود در باب هر مفکری اطلاق کرد و به کار بود و از کار بودش سودهای فراوان میشود عارض کرد در باب شناخت اون متفکر. غرض این بود که با اینکه نظریه او خارپوش و مباح نظریه ایست که در این کتاب از بردی فقط اطلاق شده بر تولستوی نویسنده بزرگ روس، اونم فقط در یکی از رمان‌هاش، رمان جنگ و صلح، اونم فقط در دیدگاه تاریخی که در این رمان جنگ و صلح بیان کرده، اما در این حال به جهات عدیده قابل تعمیمه و میشه متفاوت متفکران نامیان به کار ببرده. من میخوام این نظریه رو روشن کنم، به بیان واضحی بگم که معدار این نظریه چیه، چون این نظریه در غرب خیلی مورد استقبال قرار گرفته و خیلی اعمال میشه این نظریه، ولی در میان ما شناخته شده نیست. از اینجا شروع کنم که کل دانش‌های بشری در یک تقسیم عموم تقسیم میشن به سه قسم دانش: یکی دانش‌های تجربی، یکی دانش‌های تاریخی و سوم دانش‌های فلسفی. اگر کل دانش‌های بشری را، کل علوم بشری را بخوایم تقسیم بندی اولیه بشو کنیم، یعنی تقسیم بندی که به این لحاظ اولیه است که بزرگترین تقسیم بندی ممکنه، ما می‌بینیم که همه علوم بشری رو میشه باید به این سه دسته تقسیم کرد: یکی علوم تجربی، چه علوم تجربی طبیعی یعنی فیزیک، شیمی، زیست شناسی، و چه علوم تجربی انسانی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و سیاست. این یک دسته. دسته دوم علوم تاریخی هستند که مربوط میشوند به گذشته، و دسته سوم هم علوم فلسفی هست. ما بیشتر از این سه دسته علم در میان دانش‌های بشری نداریم. البته در اینجا سخن بر سر علوم بشریه. بشر غیر از علوم دو دسته چیز دیگه هم داره، یکی فنون و یکی هنرها. من بحثم در باره فنون بشری نیست، در باب هنرهای بشری هم نیست، فقط در باب علوم بشری. علوم بشری به این سه دسته تقسیم میشه. اگر بخواییم به صورت خیلی خلاصه بگیم که تفاوت این سه دسته علوم چیه، همینطور که فیلسوفان علم گفتن، باید از سه جمله خیلی کوتاه استفاده کنی. در علوم تجربی اگر تو ادعایی کردی و من از تو مطالبی دلیل کردم، اون وقت شما در جواب من میتونید بگید که برو و ببین. هر ادعایی در علوم تجربی اگر کسی کرد و دیگری از اون دلیل خواست، اون شخصی که ازش مطالبه دلیل شده باید بگه برو و ببین. و معنای این برو و ببین اینه که مدعای ما با استفاده از حواس پنجگانه میتونی در بابش تحقیق کنی و در بیانی که این ادعای من صادقه یا کاذبه. ما در علوم تجربی در برو بنیاد با حواس پنجگانه سر و کار داریم و هر تصدیقی که بخواییم بکنیم، هر تکذیبی که بخواییم بکنیم و هر اثباتی و هر نفی و هر قبولی و هر ردی و هر تأییدی و هر انکاری و هر تقویتی و هر تضعیفی و هر جرحی و هر تعدیلی و هر حکی و هر اصلاحی، هر چه بخواییم در علوم تجربی بکنیم، بالمعال باید با استمداد از حواس پنجگانه این کار رو انجام بدیم. خب اینه که در اینجا گفته می شود که شما باید بروید و ببینید. ببینید در اینجا به معنی همه حواس پنجگانه است، نه فقط دیدن با چشم.
یعنی خلاصه استفاده کنید از اون چیزی که به عنوان یکی از منابع شناخت ازش تبدیل میشه به ادراک حسی، یعنی پرسپشن. در علوم تاریخی اگر کسی مدعایی داشت و از اون مطالبه دلیل کردن، دیگه نمیتونه بگه برو و بگی. چرا؟ چون علوم تاریخی طبق تعریف علومی هست در باب معلوم‌هایی که خود اون معلوم‌ها به گذشته پیوستن و دیگه اثری از آثار اون معلوم‌ها نداره. بنابراین در علوم تاریخی نمی‌شود گفت برو و بگی. چرا؟ چون در علوم تاریخی معلوم در نزد عالم حاضر نیست، معلوم به تاریخ پیوسته است. حالا این به تاریخ پیوستنش میتونه از یک دقیقه پیش باشه و میتونه به ده ها هزار سال و صدها هزار سال قبل برگرده، ولی بالاخره معلوم الان در محضر من نیست، در تیررس ادراکات حسی من نیست که بگن برو و ببین. یعنی اگر من ادعا کردم که اسکندر کبیر با حمله ایران به پادشاهی هخامنشیان پایان داد، این رو دیگه اگر کسی از من مطالبه دلیل کرده میتونم بگم برو و ببین. در اینجا باید گفت برو و بپرس، یعنی برو و کسی بپرس که او از قول کسی دیگه میگوید و او از قول کسی دیگری و او از قول کسی دیگری، تا برسیم به کسی که شاهد این ماجرا بوده است در گذشته خیلی دور. اما علوم سوم که علوم فلسفی هست دیگه درشون نمیشه گفت که برو و ببین، نمیشه گفت برو و بپرس. در اینجا گفته میشه باید بچین و بیندیش. اینجاست که دیگه فقط آدم با قدرت تفکر شخصی خودش باید اثبات و نفی کنه. اینجا دیگه من باید بچینم و خودم بیندیشم که آیا این سخن از لحاظ فلسفی پذیرفتنی است یا از لحاظ فلسفی پذیرفتنی نیست. اینجا دیگه من فقط استمداد میکنم از نیرویی که ازش تبدیل میکنیم به نیروی عقل. ما در اینجا در علوم تجربی و در علوم تاریخی به معاد برمیگشیم به حواس. در علوم تجربی به حواس خودمون برمیگشیم، در علوم تاریخی برمیگشیم به حواس اون کسی که اول بار در گذشته شاهد اون واقعه بود. به هر حال در اون دست علوم ما با حواس سر و کار داشتیم، ولی در علوم فلسفی با حواس سر و کار نداریم. یک ادعای فلسفی رو با هیچ کدام از حواس خودمون نمیتونیم تأیید بکنیم و نمیتونیم این کار رو کنیم و نه هیچ موضع معرفت شناختی دیگری نسبت بهش نمیتونیم بگیم. اینجا باید بنشینیم و بیندیشیم، فکر بکنیم و با استنداد از عقل خودمون ببینیم آیا این سخن پذیرفتنی است یا پذیرفتنی نیست. در باب علوم تجربی یک نکته هم اشاره بکنم. وقتی من میگم ادراکات حسی در علوم تجربی محل اشاره اند، اگر چیزهایی از ادراکات حسی هم منشعب بشن، البته مثلا حافظه از ادراک حسی منشعب میشه، حافظه هم محل توجه هست، ولی به هر حال تفکیک علوم تجربی و علوم تاریخی از یک سو از علوم فلسفی از سوی دیگر اینه که علوم تجربی و علوم تاریخی با واسطه یا بی واسطه به حس تکیه میکنن و تمام دعاوی رو باید به آزمون حس بگذارن. اما در علوم فلسفی ما به جای حس از عقل استفاده میکنیم. این نکته اول. بحث دوم اینه که در این دو دسته علم تا اطلاع ثانوی دیگه به بحث فلسفه کار ندارن، میپردازن به علوم تجربی و علوم تاریخی. در این دو دسته علم، یعنی در علوم تجربی و علوم تاریخی، ما موجودات کثیر را باشون مواجهیم. یعنی شما تا در تاریخ مطالعه میکنید در علوم تجربی با بی نهایت موجود سر و کار دارید. الان فرض کنید که یک کسی در میان علوم تجربی فقط بخواد به روانشناسی هم بپردازه، با 8 میلیارد انسان زنده کنونی تازه سر و کار داره. حالا مردگان و نیامدگان هیچ، با 8 میلیارد انسان جداگانه از هم و منفرده از هم و مجزای از هم سر و کار داره. شما اگر گیاه شناس باشید، حتی یک گیاه خاص و اگر یک کاج رو بخواید بشناسید، چند تا کاج در جهان وجود حتی اگر بخواهی فقط کاج را، اونم یک نوع کاج خاص رو بشنسی، مصادیق فراوانی از اون نوع کاج خاص در جهان وجود.
اینه که ما تا وقتی با علوم تجربی سر و کار داریم و با علوم تاریخی، ما با کثرت تقریبا بی نهایتی مواجهیم. ما وحدتی در جایی نمی‌بینیم. همه جا با انبوهه سر و کار داریم، همه جا با شمارهای لایتناها سر و کار داریم، با یک موجود و دو موجود و سه موجود سر و کار نداریم. حالا چه اون چیزی که محل آزمایشی ماست، تعداد کهکشان‌های جهان باشه که اونم تعداد عظیمیه، چه تعداد مولکول‌ها و اتم‌ها باشه که اون دیگه تعریف اونها معلومه که تعدادشون به بی نهایت عملی و بلکه به بی نهایت ریاضی سر می‌زنه. بنابراین ما با کسب سر و کار داریم. وقتی با کسب سر و کار داریم، پس هر چی توی این علوم پیش می‌ریم، چیزهای به لحاظ تعداد بیشتری میدانیم. کمیت چیزهایی که میدونیم داره آنن فعانن بیشتر میشه، دم به دم داره افزوده میشه بر تعداد چیزهایی که میدانیم. اما این چیزهایی که میدانیم به هم ربط نداره. یعنی من میدونم که در روز گیاهان اکسیژن دفع میکنن و کلروفیل جذب میکنن و در شب عکس میکنن. اینم میدونم که کربن و زغال از یک ماده شیمیایی درست شدن، زغال سنگ و کربن. اینم میدونم. این رو هم میدونم که هر پدری و هر مادری فرزند خودش رو دوست داره. اینم میدونم که نمیشود دستگاهی ساخت که تا ابد به حرکت خودش ادامه بده. اینم میدونم که از نیروی گرانش چیزی گریز نداره. اینا چه سری واقعیت است که من میدونم، اما اینا اصلا خبر ندارم، به هم رابطه نداره. درسته؟ یک سلسله حقایق هم، اما حقایقی که هیچ ارتباطی بین این حقایق نیست. چیزی این حقایق رو به دیگر پیوند نمیده. بله، درست است که ما مثلا در علوم تجربی به جایی که بگیم این گلابی این وصف رو داره و اون گلابی هم این وصف رو داره و اون گلابی هم این وصف رو داره و اون گلابی هم این وصف رو داره، میاد به طور کلی میگیم همه گلابی ها این وصف رو دارن. تعداد گزاره را چند تا کردیم؟ یکی کردیم، با اینکه به تعداد گلابی ها ما گزاره داشتیم. این گلابی ایکس است، آن گلابی هم ایکس است، آن گلابی هم ایکس است. خب اینا تعدادش به تعداد گلابی ها فراوان بود. همه رو یک کاسه میکنیم و میگیم همه گلابی ها ایکس هم. درسته؟ درسته؟ نمیگیم. اما بازم همه گلابی ها ایکس هم، با همه هلوها ایگرگن و با همه گیلاس ها زدن، بازم اینا با هم ربطی ندارن. یعنی ما از کثرت رهایی نداریم. ما تا در علوم تجربی و علوم تاریخی به سر میبریم، ما دائما با کسرها، با انبوه ها، با مجموعه های بسیار کمشمار سر و کار داریم. درسته؟ خب، اگر شما به این وضع رضا بدهید و بگید خب اشکال ندارم، من میلیاردها چیز میدونم ولی این چیزها با هم ارتباطی برقرار نمی کنم، هر کدامشون در دنیای خودشون انگار به سر میبرن، هر فقر از معلومات من در یک دنیای خاص خودش به سر میبره، به بقیه فقرات معلومات من هم در پنجره نداره، ارتباطی با اونها برقرار نمیکنه. اگر به این راضی بشید، وقتی میبینه چه کارتون چی میشه، اینه که تا آخر عمرتون معلوماتتون به صورت یک استوانه میره بالا، یا به صورت یک منشور. یعنی چه؟ یعنی چه به صورت استوانه بگم بالا میره، چه به صورت منشور؟ یعنی در قاعده چقدر پهنه گستره معلوماتتون، تو اون بالا هم که برید بازم من پهناش همون پهناست، یک استوانه قاعده زیرینش با اون سطحی که در رأس داره درست مساحت و اندازهشون به یک اندازه است، یک منشور هم میکنه. شما در واقع انگار با کثیر شروع میکنی و با کثیر هم کار علمی خودتون رو در حوزه علوم تجربی یا در حوزه علوم تاریخی با کسی هم به پایان می‌رسونید. توجه می‌کنید؟ یعنی درست شما در این وضع قرار می‌گیرید. فقط یک استثناء هم توی گفتم داشت، این که به جای همه گلابی‌ها یک جمله می‌گید که هر گلابی یا هیچ گلابی، ولی بازم اینا با هم کثیرن و ارتباط با یکدیگر برقرار نمی‌کنن. اون وقت شما در باب فلزها سخن میگید، در باب هر فلزی، در باب شبه فلزها، در باب غیر فلزها، مواد کانی، مواد غیر کانی، جمادات، نباتات، حیوانات، انسانها،
هر چه بگی کثرتش بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. بنابراین کارتون از اول تا آخر با کثراته و این کثرات هم همچنان سر جای خودشون باقی میمونن. اما اگر به صورتی که بعدا خواهم گفت و وارد کنیم عرض میکنم که مدعای آیزار بیر میشم، اگر به این راضی نباشی و بگید که من میخوام کثرات هی کمتر و کمتر و کمتر بشن، یعنی به جایی که معلوماتم به صورت استوانه‌ای بالا برن، به صورت منشودی بالا برن، میخوام به صورت هرمی بالا برن، به صورت مخروطی بالا برن. یعنی چی؟ یعنی هر چه معلوماتم بالا میره بالا میره بالا میشه، میخوام تعداد معلوماتم چی بشه؟ کمتر، ولی کلیت معلوماتم بیشتر. یعنی میخوام کم 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 از کثرات برم به طرف کثرات کمتر و باز هم کثرات کمتر و باز هم کثرات کمتر و باز هم کثرات کمتر. و اگر خیلی اقبال با من یار باشه، اصلا دوست دارم کل جهان هستی رو با چند تا ثابته بیان کنم؟ با یه ثابته که در رأس هلم یه قاعده داشته باشم، بگم هر چیزی در جهان هستی رخ میده طبق این ثابته رخ میده. حالا اگرم در رأس هرم به یکی نمیرسم، به دو تا برسم، به سه تا برسم، دلم نمیخواد معلومات این همه بی ارتباط با هم باشن، انگار میخوام همه رو به یک رشته بکشم و بگم هر چه تا الان یاد میگرفتی مصادیق اینه. حنات میکنید؟ یعنی گویی یه الف به اصل اون بالا هست که هر چیز دیگری در باره جهان هستی و در باره هر موجودی از موجودات جهان هستی میگی مصداقی از مصادیق اون الف به اصله، یا نمونه از نمونه های اون الف به اصله. یا اگر الف به اصل هم نیست، یه اگر الف به باشد آنگاه جیم دالستی اون بالا باشه، که هر چی در باره موجودات میگی مصداق این باشه که اگر الف به باشد آنگاه جیم دالست. میخوام رو به وحدت برم، رو به وحدت بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر. و اگر گفتم بختیار باشم، میخوام در رأس این هرم یا در رأس این محروم اصلا یکی باشه. در نیمه اول قرن بیستم خیلی از فیزیکدانان و خیلی از فیلسوفان فیزیک این دو دسته میخواستن به اینجا برسن با خودم تجربه و از این تعبیر کردن به چی، میگفتن A unified science، یک علم یگانی. میگفتن میخواییم یه جوری بشه که فیزیک و شیمی و زیستشناسی احاله بشن به فیزیک. توجه میکنیم؟ یعنی به تعبیر دیگر را شما بگم، اگر بخوام دقیق تر بگم، دلشون میخواست علوم تجربی انسانی مثل روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست احاله بشن به زیستشناسی و زیستشناسی احاله بشه به شیمی و شیمی احاله بشه به فیزیک و ما بر اساس فیزیک بتونیم کل پدیده هایی که در عالم طبیعت و در عالم انسانی وجود داره بتونیم همه رو مصداق اون بدونیم. یعنی گویا بگیم هر چیزی در باره جهان میدونیم از آبشار فیزیک جاری میشه. خب البته این اندیشه بیرن به دوم قرن بیستم کم کم فراموش شده و علم یگانی تقریبا نشون داده شده که امکان پذیر نیست، دشوار علم یگانی. خب حالا به این کار ندارم. اگر شما اینجوری باشید، مزاجتون، روحیتون این باشه که دلتون نمیخواد خیلی چیزها بدانید، میخواید یک چیز بزرگ بدانید، میگید این میلیاردها بی نهایت چیز ریز 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 رو میخوام تبدیلش کنم به یک چیز دروش، این همه خردها رو میخوام تبدیل کنم به یک کلام، این همه چیزهای کوچک رو میخوام تبدیل کنم به یک چیز بزرگ. اگه اینو داشته باشید، اون وقت با علوم تجربی و با علوم تاریخی بارتون به منزل نمیرسه. توجه کنید، نمیتونید، علوم تجربی و علوم تاریخی نمیتونن اون وحدت رو بدن. باید رو بیارید به یه علم دیگری که شاید در اون علم دیگر کم کم این کثرات دست به دست هم بدن. درست مثل این که ما 7 میلیارد انسان، 8 میلیارد انسان روی زمین رو اگر دنبال اون بکنن و بکنن و بکنن، اون آخر میرسیم مثلا حالا به اسطوره ها بگم، میرسیم به آدم و حوا. بالاخره نشون ده همه ما 8 میلیارد و میلیاردهای دیگری که در گذشته آمدن
و میلیاردهای بسیار دیگری که در آینده خواهند آمد، همون نشون میده که از یک پدر و مادری. ببینید انگار کم کم کسراتمون کمتر و کمتر و کمتر شد، یه نظام شجره‌ای، یه نظام درختی درست شد که کم کم همه چی برگشت به ریشه. اینو ما در علوم تجربی و علوم تاریخی نمی‌بینیم. حالا اگر شما راضی باشید به این که همچنان معلوماتتون منشوری و عرض میکنم که استوانه بالا بره، مشکل ندارید. اما اگر بگید که دلم میخواد از این همه شلوغی سر بیرون بیارم با یه چند تا قاعده کلی که همه اینها را زیر پوشش خودش قرار بده، اون وقت طبعا دیگه باید از علوم تاریخی و علوم تجربی صرف نظر کنید. اون وقت باید رو بیارید به فلسفه، رو بیاری به علم سومی که تون تقسیم بندی گفتن دواجه بگویم. خب حالا همینجا این عرض بکنم که وقتی آیزای برلین میگه آدم ها بعضی روباهن، یعنی بعضی به همین دانسته های بسیار متعدد راضی هن. و میگه اگر کسی گفت این سنف فکریش خارپشته، یعنی میخواد مثل خارپشت یک چیز بدونه. خب خودتون میدونی که ایشون از یک شاعر یونانی نقد قول میکنه که اون شاعر یونانی گفته بود که یک جمله‌ای گفته بود که روباه خیلی چیزها میدانن، اما خارپشت فقط یک چیز بزرگ میدانن. او البته احتمالاً مرادش این بوده که با اینکه روباه از خیلی مکاری‌ها و خدعه‌ها و فریب‌ها و نیرنگ‌ها با خبره و با اینکه خیلی ترفند ها میتونه به کار بزنه، ولی الا ماشاءالله ما تو تاریخ دیدیم که روباه ها به تله افتادن. اما جوجه تیغه هیچ کنون بدن رو بلد نیست، یک چیز فقط بلده و اونم کیل پرتاب کردن از بدنش. ولی با همین یک چیز که بلده تا الان ما نهیدیم این جوجه تیغه تو دام میفتیم. و در واقع میخواسته بگه اگر ما یک چیز مهم رو بدانیم در زندگی خیلی موفق تریم تا اینکه خیلی چیزها بدونیم و اون چیزها چندان مهم نباشن. باز به زبانی که من البته این میگم، اگر یک چیز نجات بخش بدونیم بهتر از اینه که تریلیاردها چیز بدونیم ولی نجاتمون ندن و آخرش بیفتیم تو دام، همچنان که روباهان با تمام این خدایی که بلدن آخرش تو دام میفتن. اما جود تیغی فقط با یک فن که خوب بلده و اونم تیغ پرتاب کردنه تا الان خودش رو تونسته نجات. از این جمله آیزای برلین میگه که خب من میتونم اینجور بگم اونایی که حاضرن همه معلوماتشون استوانه‌ای بره بالا، منشوری بره بالا، اینا مثل روباه هم میخوان خیلی چیزها بدونن ولی اون چیزها با هم ربطی هم ندارن. اما اونی که میخواد بره به طرف وحدت بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر، میخواد به جوجه تیغی بودن نزدیک بشه، همه اینا رو ببره بالا و بکنه یک چیز بزرگ، یک چیز درشت و یک چیزی که میتونه به سودش باشه، این آدم ها اینجور. خب حالا فلسفه از چه راه این کار رو میکنه؟ از چه راه میاد این کسرات رو بر میداره و میاد این حرف های بی ارتباط با یک دیگر اینه که عالمان علوم تجربی و عالمان علوم تاریخ میزنن چجوری این رو بهش ارتباط برقرار میکنه و بینش یک وحدت ایجاد میکنه و این وحدات رو هی بیشتر بیشتر میکنه تا اون واقع برسه به یک چیز؟ از دو راه. یکی از راه ماوراء طبیعه، یکی از راه ماوراء طبیعه. و این دوستان توجه بکنن خیلی این دوتا رو از هم تمیز بدیم، در نه فقط در فهم این کتاب بلکه در بسیار موازه که این دوتا رو با هم خرد نکنیم. ماوراء طبیعه فرق میکنه با ماوراء طبیعه. فلسفه برای که به اون وحدت برسه گاهی اومده از ماوراء طبیعی استفاده کرده و گاهی اومده از ماوراء طبیعی استفاده کرده. خب اول پردازم به ماوراء طبیعی. ببینید شما در هر کدام از علوم درباره یک دسته از موجودات سخن میگید. مثلا فرض کنید که در آبشناسی فقط درباره آب‌ها سخن، حرفایی که در آب شناسی درباره آبها میزنی درباره غیر آبها صدق نمیکنه، درسته؟ در کانی شناسی در باب کانی ها و معدنیات حرف میزنی، در باب غیر کانی ها و غیر معدنیات، یعنی در باب مثلا اشیاء عالی، دیگه صدق نمیکنه حرفت. و به همین ترتیب در گیاه شناسی هر چه بگی در باب گیاهان صدق میکنه،
دیگه در باب جانوران که صدق میکنه و در جانورشناسی هم هرچی بگی در باب جانوران صدق میکنه، در باب مثلا انسان ها صدق میکنه. خلاصه شما در هر کدام از علوم باشید، هر چقدر دامنه علوم وسیع باشه یا هر چقدر نه ضیق و تنگ باشه، بازم سخنانی میگید که فقط در باب یک دسته از موجودات صدق میکنه، در باب بقیه صدق نمیکنه. مثلا تو فیزیک نور اگر باشی، حرفای در باب نور میزنی که تو فیزیک رنگ قابل تکرار نیست. اگه تو فیزیک صوت باشی، باز در باب اسوات سخن میگید، بس سخنی که تو فیزیک صوت در باب اسوات گفته میشه در فیزیک الکتریسیته یا در فیزیک میدانها دیگه قابل اطلاق نیست. بنابراین شما در هر کدام از علوم بشری باشی، چه علوم هر کدام از علوم تجربی و هر کدام از علوم تاریخی، داری در باب یک دسته از موجودات سخن میگی و سخنتون در باب بقیه موجوداتی که تعلق به این دسته ندارن صادق نیست سخنتون. حالا یک سوال پیش میاد، آیا ویژگی هست که همه موجودات جهان هستی در شریک باشن؟ اونایی که در گیاهان هست که لزوماً در جمادات نیست، اونایی که در انسان ها هست که در همه حیوانات نیست، درسته؟ بنابراین هر دسته موجودات یه ویژگی دارن که فقط به خودشون اختصاص داره و دیگه در بقیه موجودات نیست. آیا ویژگی هست که در همه موجودات وجود داشته باشه؟ که بگیم هر موجودی، فرق هم نمی کنه، هر موجودی، جماد باشه، نبات باشه، حیوان باشه، نمیدونم انسان باشه، ملک باشه، جن باشه، خدا باشه، روح باشه، همین که موجود باشه باید این ویژگی رو داره. اگه به یه همچین ویژگی دسترسی پیدا بکنیم، اون وقت این ویژگی دیگه اختصاص به هیچ موجودی نداره. مال کی میشه در واقع؟ مال همه موجودات میشه. آیا همچین ویژگی وجود داره؟ شاخه ای از فلسفه که بهش میگن ما بعد از طبیعه دنبال این ویژگی ها میگرده. یک شاخه از فلسفه که بهش میگن متافیزیکس، این دنبال این میگرده. خود این شاخه از فلسفه که بهش میگن ما بعد از طبیعه یا متافیزیکس، خودش دو شاخه زیر مجموعی بزرگ پیدا میکنه. یک بخشش بهش میگن هستی شناسی، یک بخشش بهش میگن مقول شناسی. ولی بالاخره مجموع هستی شناسی یعنی اونتولوژی و مقول شناسی، بحث کتگوری ها و مقولات، ما بعد از طبیعه رو می‌سازه. ما بعد از طبیعه چه علمیه؟ علمیه که برخلاف هر علم دیگری هر حرفی می‌زنی درباره همه موجودات صادقه. درسته؟ گویا یک فیلسوف ما بعد از طبیعه با عالمان هر علمی حرف بزنه، عالمان اون علم میگن این حرفایی که تو میزنی تو موجوداتی که مورد بحث ما هستن صادقه. حالا ما از این ویژگی ها داریم، آیا ویژگی هست که تمام موجودات جهان هستی داشته باشن؟ ممکنه بگید که بله همه موجودات جهان هستی چی هستن؟ ولی نه، بعضی موجودات هستن که در اینی که هستن جسم ندارن. ممکنه بگید بعد همه موجودات جهان هستی مکان دارن، اما نه، موجوداتی هم هستن تو جهان هستی که مکان ندارن. بگردیم به دنبال ویژگی یا ویژگی هایی که همه موجودات دارن. بله، ما بعد از طبیعی تا الان 24 تا از این ویژگی ها رو کشف کردن که بله ویژگی هایی هست که همه موجودات جهان دارن. مثلا هیچ موجودی نیست که بود و نبودش در جهان مثل هم باشه. و اینو به این صورت میگن، میگن هر موجودی وجودش در جهان تأثیر دارد. این تأثیر رو فیلسوفان بهش میگن علت، یعنی هر موجودی علت است. یک موجود در جهان هستی نیست که علت چیزی یا چیزهایی نباشه. پس علیت یکی از اون ویژگی هاست. علیت یعنی موجودات چنانند که بود و نبودشون با هم فرق داره. یه مولکول، یه اتم، یه نوترون، یک الکترون، یک عرض می‌کنم که پروتون، یک پوزیتون، یه مزون، یه ذره بنیادی هم
بود و نبودش در جهان حتی اون یک ذره تأثیر میذاره و تأثیر یعنی علیت. هیچ موجودی نیست که علیتی نداشته باشه، تأثیر نداشته باشه. پس علیتی که از اون یکی هست. هیچ موجودی نیست که واحد نباشه. هر موجودی یکی هست. هیچ موجودی نمیتونه بگه من دوتا هم. یکی هر موجودی. پس وحدت هم یکی از اون ویژگی هست. خب از این ویژگی ها 24 تا ویژگی مواد طبیعت الان کشف کردن که هر موجودی از خدا گرفته تا یک مزون همشون ویژگی دارن. هیچ موجودی مادی غیر مادی نیست، گذشته، حال، آینده، هر چی الا اینکه 24 تا ویژگی رو عدد ادعا داره. خب اگر ما به این ویژگی ها رو چه 24 تا باشه چه کمتر چه بیشتر، اگر ما به این 24 تا ویژگی پی ببریم، اون وقت انگار تمام گزاره هایی که درباره تمام موجودات گفته این رو به چند تا گزاره خلاصه کردیم در واقع؟ به 24 تا. نکنیم؟ چون این 24 تا گزاره که ما میگیم در باب تمام موجودات صادقه، انگار داریم به طرف چی میدیم در واقع؟ انگار داریم به طرف رأس هرم داریم حرکت میکنیم. یعنی این همه دانش های گوناگون رو منحصر کردیم مثلا به 24 تا. اگر این راه رو طی بکنیم اون وقت گفته میشود که شما برای اینکه از اون انبوهه دانش‌های علوم تجربی و انبوهه دانش‌های علوم تاریخی نجات پیدا کردید، توسل جستید به یک شاخه از فلسفه به نام چی؟ به نام مابعد طبیعه. به این شاخه میگیم شاخه مابعد طبیعه، یعنی شاخه‌ای از فلسفه که ویژگی‌هایی که همه موجودات جهان هستند رو فهرست می‌کنه و همه رو با هم آشتی می‌ده. میگه همه‌تون علارغم تمام تفاوت‌هایی که با یکدیگر دارید، ای موجودات جهان، علارغم تمام تمایزاتی که از هم دارید، ولی در این 24 تا ویژگی رفیقی با هم، شریکی با هم، وضعتون از این لحاظ 24 تا مثلا مساوی. این یک راهه. این راه عیبش چیه؟ این راه عیبش اینه، همونطور که آیزای بردین میگه و همونطور که تولستوی هم قائل بود، عیبش اینه که بله ما اومدیم تعداد رو کم کردیم اما این حقایق چندان به درد زندگی ما نمیخوره. من این که بدونم هر موجودی تأثیری داره در جهانی که به درد نمیخوره، وقتی به درد میخوره که بدونم این موجود چه تأثیری داره، اون موجود دیگه چه تأثیری داره. توجه میکنیم؟ این مهم. من الان مثال بر شما بزنم، من الان میگم تم دم یک داروخونه وای میسن و به شما میگم که خانم ها آقایان، هر چیزی که این داروخونه هست بیماری رو شفا میده، اما به درد زندگی شما میخوره؟ نه. میگید به من بگو کدوم یکی از این داروها سردرد رو شفا میده، کدوم سرطان رو شفا میده و کدوم ناراحتی های گوارشی رو شفا میده. صرف این که بگی هر چیزی توی داروخونه هست بیماری ها رو معالجه میکنه این کافی نیست. یعنی حرف اونقدر انتزاعی شده، اونقدر کلی گویانه شده که دیگه به درد زندگی عملی و محسوس و ملموس ما نمیخوره. توجه کنید. اگر شما از من پرسیدید که امروز صبح کجا بودی؟ بگم جایی بودی و بعد بگم که و کاری هم میکردم. شما از جایی بودم و کاری میکردم، این جمله صادقه یا کاذبه؟ صادقه، درسته؟ حتما امروز صبح من جایی بودم و حتما هم کاری میکردم، غیر از این؟ اما شما هیچ دلالت میشید به اینکه من صبح چی کار میکردم و کجا بودم؟ نه. چرا؟ چون فقط گفتم جایی بودم، نگفتم کجا بودم، فقط گفتم کاری میکردم، نگفتم چه کاری. بنابراین با اینکه دو تا جمله هر دو راسته ها، صادقه، بالاخره من در این جایی بودم امروزم و یه کاری هم میکردم امروزم، ولی شما هیچ راهنمایی عملی تو زندگیتون نمیشید. بنابراین از راه اول، یعنی از راه اینکه فلسفه ما بعد طبیعه رو به میدان بکشه و از راه ما بعد طبیعه معلومات رو کم کم بهشون وحدت بده و بهشون ارتباط برقرار کنه، این راه موفق نیست. چون اونقدر این راه ما رو به انتزاعیات و کلیگویی هایی میکشونه که این کلیگویی ها مثل این مونه که ما مطلبی بگیم که به درد زندگی نمیخوره. اگر شما این مطالب کلی به دردتون میخورد که نباید به پزشک رجوع میکردید، تا مریض میشود میگفتید هر مریضی راه معالجه داره، اینو من بلدم، اما اینکه به دردتون نمیخوره باید بدید این مریضی من چه راه معالجه‌ای داره و بله هر مریضی البته راه معالجه‌ای داره.
اگر بیاید پیش من بگید یه مشکلی تو زندگیم داره، بگم که بله هر مشکلی راه حل داره، خب این مشکل چیکار میکنه؟ چه درش میکنه؟ میگید هر مشکلی راه حلی داره، اونقدر کلی و انتظاییه که سودی برای زندگی من نداره. بگو این مشکلی به خصوص من راه حلش چی؟ این راه موفقی نیست. فلسفه این راه دوم هم رفته. راه اولی بود که به یک شاخه از شاخه های بسیار مهم به خودش، یعنی مابعد طبیعه متوسط شده، ولی که وحدت بده به دانش های پراکنده و از هم گسیخته ما. اما این راه دوم هم فلسفه تر کرده و اون که به ماورای طبیعت قائل بشه. این ماورای طبیعت یه شاخه از فلسفه نیست، یه نظریه است در فلسفه. ماورای طبیعی یک شاخه از شاخه های علم فلسفه بود، اما این یه نظریه است در فلسفه. و اونی که فیلسوف بگه میدونی چرا این اینقدر پراکنده؟ معلوماتی تو علوم تجربی و تاریخی به دست آوردی، میدونی چرا اینقدر پراکنده؟ چون همشون به نمودها میپردازن، همشون به ظواهر میپردازن، همشون به ظهورها میپردازن، اما پشت این نمودها بودی هست، پشت این ظواهر بواطنی هست. توجه میکنید پشت این ظهورات یه چیزهای خفی اون پشت هستن. وقتی از این ظواهر رفتید به اون چیزهای پشت، اون وقت تعداد چی میشه در واقع؟ تعداد دانش‌های شما کمتر میشه. به زبان ساده این که میبینی اینقدر از هم گسیخته از معلومات ما به اندازه اقیانوس‌ها، ولی به عمق یه وجه معلومات داریم، به خاطر اینه که به پشت این معلومات نتونستیم راه بندازیم. اینا همه ظواهرن، یه بواطنی دارن. برید از این ظواهر گذر کنید به اون بواطن راه بیابید. اینا همه نمودن. برید به بود رجوع بکنید، بودی که پشت اینهاست و اینا همه نمودهای اون بودن. به تعبیر کانتی اینا همه فنومن ها هستن. بیاید از فنومن ها بگذرید و برسید به چی در واقع؟ به نومه. و بنابراین میخواد بگه که من از این نظریه میخواد بگه من از یه راه دیگه میام به شما، به معلومات شما وحدت میدن. و اون این که میگم از عالم پدیدارها برید به عالم حقایق، از عالم نمودها برید به عالم بودها، از عالم مثال بزنم ظواهر برید به عالم بواطن. مثال بزنم شما یک حبه قند رو در نظر بگیرید، اگر شما به نمودهاش نگاه بکنید ببینید چقدر معلومات در باب این حبه قند دارید. میگید سفید رنگ است، یک شیرین است، دوتا زبر است، سه تا مکعب مستطیل شکل یا مکعب شکل، چهار تا، درسته؟ اینا رو میگیم. فلان بو رو داره، پنج تا، فلان جرم مخصوص رو داره، شش تا، و و و و. اما اگر کسی بگه آقا تمام اینها ویژگی های یه چیزیست به نام قند، حالا معلوماتتون از این همه تبدیل شده چند فقط معلومات؟ یک فقط معلومات. میگید پشت اینا یه چیزی به نام قند هست، اینا نمودهای اون قندن، برو سراغ خود قند. اگر هم چیزی بگید اومد در واقع اومده این میخواید از ظواهر برید به طرف بواطن. بعد اگر من بخوام ویژگی های قند رو بگم، هزاران ویژگی میتونم برای قند بگم، اما اگر همه اینا رو بگم نمودهای یک چیز واحدن که پشت همه اینا اون چیز واحد به صورت ثابت ایستاده به نام قند، و وقت شما تمام معلوماتتون منحل میشه به یک فقره معلومات، اونم قند. خب حالا ما میتونیم تمام جهان رو مثل قند تلقی بکنیم. ما تمام جهان رو داریم این چیزایی که با حواس پنجگانمون میابیم، تمام اینا از مقوله نمودها، نورها نمودن، رنگها نمودن، شکلها نمودن، اندازه‌ها نمودن، مسافتها نمودن، اصواتی که به گوش میرسه نمودن، بوها نمودن. برید پشت اینا به بود برسید. وقتی پشت اینها رفتید یا به یک بود میرسید، توجه میکنید به یک بود واحد میرسید، و یا لااقل تعداد بودها از تعداد نمودها بسیار 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 کمتر. یعنی هر بودی میلیاردها نمود داره. شما از پشت این میلیاردها نمود اگر نگاه بکنید به یک بود لااقل میرسید. این خب این از چه راه میشم چیکار کرد؟
اگر فلسفه بخواد از راه این که این جهان رو جهان نومیدها ببینه و بگه پشت این جهان یک بودی هست که ما از اون بود بیخبریم و چون از اون بود بیخبریم توی شلوغی ها راه همون داریم گم میکنیم، و اگر بخواد از این راه بره، اون وقت راه فلسفه کشیده میشه به این راه هایی که من میگم. دیر یا زود راه فلسفه کشیده میشه یا به تفکر و باورهای جادویی یا به تفکر و باورهای اسطوره‌ای یا به تفکر و باورهای دینی و مذهبی یا به باورها و تفکرهای عرفانی. فلسفه اگر از این از راه این نظریه بخواد به ما وحدت بده و وحدت طلبی ما رو ارضا کنه، آخرش دیر یا زود یا به جادو و تفکر و باورهای جادویی کارش کشیده میشه یا تفکر و باورهای اسطوره‌ای یا تفکر و باورهای دینی و یا تفکر و باورهای عرفانی. همه اینا مشترکن در چه چیزی؟ در این که میگن آقا آنچه که میبینید نمودهاست، برید بود رو ببینید. وقتی به بود برسید، وقتی یا میبینید تو پشت تمام نمودهای جهان هستی فقط یک بود وجود داره که این میشه همون نظریه که میشه بیم نظریه چی؟ وحدت وجود. و یا نه، اگرم یک بود وجود نداره و تو عالم بودها هم بیش از یک بود هست، ولی تعداد این بودها نسبت به تعداد نمودهایی که ما در عالم ظاهر میبینیم بسیار بسیار کمتره. اینم راه دومه که بسیار از فیلسوفان از این راه دوم رفتن. این راه دوم با راه اول چه فرق میکرد؟ راه اول به نمودها اکتفا میکرد اما وجه مشترک نمودها رو میگرفت. راه دوم میخواد اصلا از نمودها بگذره، بره پشت نمودها. به چی راه پیدا بکنه؟ به بودها میخواد راه پیدا بکنه، به بود. اون وقت اونجا کم کم معلوماتتون چی میشه؟ اون وقت اینجور میشه که مثلا برسید به این که لا مؤثر فی الوجود الا الله. یه مثال دارم میخواد بزنم. وقتی کسی میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی تنها چیزی که در جهان تأثیر واقعی داره خداست، تمام تحولات جهان به چند تا اصل برگردونده؟ به یک اصل، به خدا فقط است. فقط یک وحدت پیدا کرد. دیگه هرچی ازش بپرسیم بگیم چرا آب رفع آتش میکنه؟ میگه چون خدا اراده کرده است. میگیم چرا در فلان جنگ فلان کشور شکست خورد؟ اونم چون خدا اراده کرده است. چرا اکسیژن با طلا ترکیب نمیشه؟ چون خدا اراده کرده است. چرا هیدروژن با اکسیژن ترکیب میشه؟ چون خدا اراده کرده است. توی تمام چیزا با یک اراده خدا و با یک علم خدا و با یک قدرت خدا و با یک حکمت خدا همش سامان پیدا میکنه. انگار همه معلومات ما با هم چی پیدا کردن؟ رتم پیدا کردن به یکدیگر و مثل ظروف مرتبطه با هم ارتباط پیدا کردن. اینم راه دوم. این راه دوم هم واقعیتش اینه که راه دشواریه. اگر موفق بشه از راه اول بهتره، یعنی از اینکه بیان مشترکات نمودها رو فقط نشون بدیم بهتره، چون مشترکات نمودها که مشکلی برای ما حل نمی‌کنه. توجه بکنید. اما در عین حال خیلی دشوار اثبات اینکه ورای این عالم طبیعت که طبق این تفسیر آدم ظواهر و نمودهاست یه بود اون پشت وجود داره یا یک سلسله بودهای معدودی وجود دارن. بود مثل وحدت وجود، بودهای معدود مثل چی؟ مثل نظریه افلاطون و عالم چی؟ موسوم. که تو نظریه افلاطون همه انسان ها چند تا نمونه دارن تو عالم موسوم؟ یک. همه کاج ها هم یک کاج اونجا وجود داره، توجه بکنید، و همه خرگوش هم یه خرگوش. خب معلومه تعداد موجودات اون جهان خیلی 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 کمتر از موجودات جهان، ولی بالاخره چه بودها یکی باشن چه میشد یکی. اما تمام بحثه که چجور اثبات کنیم به لحاظ عقلی و فلسفی، چجور اثبات کنیم که جهان دیگری هم وجود داره. این مشکلی میخوام بگم. این راه دوم اگر موفق میشد سودمندتر از راه اول، مشکلاتی از زندگی رو میتونست واقعا رفع بکنه. اما در این حال اگر موفق میشد و موفقیتش خیلی دشواره، میخوام بگم ماورد طبیعی فلسفی مدعیاتش رو آسانتر اثبات میکنه، اما وقتی اثبات میکنه سودی برای زندگی عملی ما نداره. اما این نظریه که بشه این نظریه قائل شدن به ماورد طبیعی که بعد از طبیعت هم یه جهان دیگری وجود داره، این برای زندگی سودش بیشتره اما عوضش اثبات مدعیاتش خیلی خیلی دشوارتره. خب حالا بپردازیم به
آنچه که بردین میخواست بگی. بردین میخواست بگی که آدم ها دو جورن. یکی به همون دانستن چیزهای بسیار قانع هم. نمیخوان ارتباطی بینش برقرار باشه. اناد میکنید؟ یعنی میخوان فقط و فقط تو هر جا زندگی میکنن موفق باشن و به همون معلومات پراکنده هم کافیه. یه معلومات پراکنده در باب نهاد خانواده دارن، نهاد خانوادهش رو تنظیم میکنه. یه معلومات پراکنده در باب نهاد اقتصاد دارن، یه معلومات پراکنده در باب سیاست دارن، یه معلومات پراکنده در باب قانون‌گذاری دارن، یه معلومات پراکنده دارن در باب تعلیم و تربیت، در باب اخلاق، در باب این دین، مذهب، همه چی زندگیشون اداره میشه. دلشون نمیخواد حتما یک زنجیری بیاد همه اینها رو، یک رشته تسبیحی بیاد همه این دانه های تسبیح رو به هم پیوند بده. میگن ما به همین راضییم. اما یک کسانی به این راضی نیستن و انگار نمیتونن تحمل این همه کسرات رو بکنن. میخوان تا میشه جهان هستی خلوتتر و باز هم خلوتتر و باز هم خلوتتر باشه که تا بدونن با این تا ضابطه کل جهان هستی رو تفسیر کنن، از جنگ هایی که در تاریخ رخ میده تا اینکه چرا عرض میکنم که پسر بچه با این پسر بچه دیگه تو کوچه نزاعشون شد، همه رو بتونن با توسط به چند تا اصل همه این واقعیت ها رو تبیین کنن. خب برلین میگه که متفکران جهان اینجوری هستن، متفکرانی که اولیان متفکرانی هستن که به همه علوم سر میکشن، جامعه از هر چی ازشون بپرسی چیزی میدان. اما متفکرانی که به روش دوم قائلن میرن متخصص میشن فقط در یه چیز ریز 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 و دیگه از بقیه امور جهان بیخبرن و میگن من هم یک چیز واحد رو میدونم. حالا که نمیتونم به یه چیز واحدی راجع به کل جهان برسن، به یه چیز واحدی میرسن راجع به قضروفهای بینی آدمی. اگه قضروفهای بینی آدمی رو بتونم در با یک قاعده بتونم در بابش سخنی بگن برام کافیه، ولی در باب جهان میخواستم، ولی خب که نمیتونم بهش برسن. میان میرن و متخصص میشن در چهار تا دندان عقبی دهان هر آدمی. دیگه هشت دندان جلویش چندان هم خبر ندارم، ولی مهم نیست. بالاخره من با یک محدوده خیلی مزید سر و کار پیدا میکنم، ولی کارم با چند تا ضابطه میگذره. توجه میکنید این در واقع تخصص گرایی که امروزه در جهان خیلی متعارفه، بیشتر به خاطر اینه که ناامیدن آدم ها که یه دید جامع به کل جهان پیدا کنن. وقتی میگن حالا که دید جامع به کل جهان رو پیدا بکنیم، دامنه رو تنگ میکنیم که راجع به این دامنه یه تنگ بتونیم یک دید جامع با چند تا ضابطه معدود پیدا کنیم. خب برلین این بحث رو پیش میکشه و میگه که میخوام بگم تازگی نظریه برلین به اینه که میگه متفکران رو بتونید هر کدومش رو بکنید. اگه خودشون دقت بکنن میفهمن که یا اینجوری هن یا اونجوری هن، یا مخروط دوست دارن تو معلوماتشون و یا نه استواره دوست دارن. بعد میاد برای اینکه این نظریه خودش رو آزمون کنه روی تولستوی پیاده میکنه و میاد برای اینکه رو کل آثار تولستوی کار نکرده باشه رو رمان جنگ و صلح تولستوی که بزرگترین رمان تولستوی روی این متمرکز میشه و ببینه که تولستوی چجوریه. آیا تولستوی جنگ بزرگی رو که بین روسیه و فرانسه در زمان ناپلئون رخ داد و داستانش در جنگ صلح اومده، آیا تولستوی میخواد این جنگ رو با توسط به دو سه تا اصل تبیین بکنه؟ بگه علت وقوع این جنگ این بود، علت شکست ناپلئون اون بود، با یه چند تا اصل کلی، یا میخواد وارد جزئیات بشه و ریز 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 بپردازه؟ یعنی آیا وقتی میخواد کل ماجرای جنگ فرانسه و روسیه رو تبیین بکنه میخواد به همه ریزکاری ها توجه بکنه ولو به هم ربطی ندارن، یا میخواد از دل این ریزکاری ها برسه به یه چند تا ضابطه کلی که بعد بتونه این چند تا ضابطه کلی رو در باب بقیه جنگ ها هم اعمال بکنه؟ بگه اساسا در هر جنگی علت وقوع جنگ یکی از این سه تا، یکی از این چهار تا، علت موفقیت در جنگ یکی از این چند تا عامله، علت شکست در جنگ یکی از این چند تا عامله. حالا میخواد به طرف وحدت بره یا به همین جزئیات بپردازه. نتیجه مطالعه برلین که خیلی عالمانه است اینه که تولستوی از آدمایی بود که خودش
دوست داشت خودش معلومات پراکنده فراوان داشت در هر حوزه ای، اما دلش میخواست که به وحدت برسه، اما به وحدت نرسید. باز این هم یه شغلی شق سوم که یه آدمایی هستن که حتما روباهن و به روباهی خودشون هم راضی هن. یه آدمایی حتما عرض کنم که خارپشتن و به خارپشتی خودشون راضی هن. یه آدمی هم پیدا میشه مثل تولستوی که این تولستوی روباهه اما آرزوی خارپشتی و به خارپشتی بودنش هم نمیرسه، آخرش هم نمیتونه. اواخر عمرش به دین و مذهب رو بود. گفتم که یکی از راه‌هایی که به اون وحدت برسیم اینه که بریم متدین بشیم و بگیم هر چه خدا گفته همونه، همه متصرفون به خدا، به دینم روی آورد، اما به اون چیزی دلش می‌خواست نرسید. پس یه سنخ سوم هم وجود داره که آدمایی هستن که فی‌الواقع روباهن ولی آرزو دارن که کاش روباه نبودن و خارپوش بودن. خب اگه اینجور باشه میشه یه شق چهارم هم تصور کرد، آدمایی که فی الواقع خارپشتن اما آرزو میکنن که روباه نباشه. من خودم به نظرم میاد که آدمای قسم چهارم کمتر از آدمای قسم سوم، چون آدم بیشتر دلش میخواد از انبوه برسه به چی؟ به تعداد کمتر، نه اینکه به تعداد کمتر که رسه دلش میخواد بره باز تو جنگل. به تعبیر دیگری آدم‌ها بیشتر دلش میخواد پشت درخت‌ها جنگل رو ببینن تا اینکه پشت جنگل چی رو ببینن؟ درخت ها رو ببینن. خب این نظریه یکی شد. حالا کدوم یکی از دو تا نظریه بهتره؟ متفکران این قسم بهترن یا متفکران اون قسم بهترن؟ در اینجا دیگه بحث خیلی مفصل میکنه که دیگه از اون قسمت هاییست که من برام تلخیصش دشواره. ببینید خود باید آیزای بردین نظرش اینه. البته خودش معتقد من روبا هم و علاوه بر این که بعضی گفتن تو هم روباهی هستی که میخوای جوجه تیغی باشی، میخوای خارپوش باشی، میگه نه اشتباه کردم مفصلان رو به خود من، نه من روباهم، به روباه بودن خود من راضیم و هیچ وقت هم آرزو نکردم که جوجه تیغی باشم، خارپوش باشم. اما یک دعاوری ارزشی میکنه، میگه کسانی که اینا روباهن در جامعه بیشتر نفع میرسونن به هم نوعانشون، بیشتر سود میرسونن به هم نوعانشون، خارپشت ها کمتر سود به بنی نوع بشر رسوندن در طول تاریخ. اینه که میخواستن برن به طریق دو تو قاعده برسن. این یک نکته که ایشون میگه که جای تفصیلشید. نکته دوم اینه که میگه معمولا اینه که روباهن لیبرال مسلکن، اینایی که جوجه تیغی میشن خیلی استبدادی هست، علامت اینکه این آدم های ایدئولوژیک استبداد دارن در همین توجه میکنید، چون هرچی بگیم آقا فیزیک اینو گفته، شیمی اینو گفته، اقتصاد اینو گفته، جامعه شناسی اینو گفته، میگن ولی خدا اینو گفته. توجه میکنید این تمام این سخنان در واقع گویا در برابر اون وحدتی که اونجا برای خودشون قائلن رنگ میبازه. بنابراین ویژگی دوم اینه که میگه اینا لیبرال مسلکن، برخلاف اونایی که معمولاً دیدگاه‌های تمامیت‌خواه، دیدگاه‌های توتالیته، دیدگاه‌های دیکتاتورمنشانه، دیدگاه‌های جبارپرور دارن. اینایی که خیلی می‌دن به طرف بالا بالاها، من می‌خوام تمام آدم رو با سه چهار تا قاعده اداره بکنم. خب طبعاً وقتی من و شما با اون قاعده‌هاشون جور در نمیایم، وقت باید ما رو فشار بدن تا اون قوطی‌ها جا بگیریم. اونقدر ما رو فشارمون میدن و دفرممون میکنند و از ریخت و قیافه ما رو میدازن، توجه بکنیم. و اتفاقا همین اسطوره هم رسیم برده. در اسطوره های ایمان قدیم یه قول هست که این قول تو بیابون ها هست، وقتی به یه مسافری برمیخوری مسافر رو تخت خودش میخوابونه، اگر این تخت بلندتر بود اون وقت از این مسافر رو دیگه پاشه کش میده تا برسه به اندازه تخت بشه، و اگر اون تخت کوتاه بود پاهای اون رو قطع میکنه که بندازه تخت بشه. میگه همه باید بندازه تخت من بشن، یا با کش اومدن یا با میگه این که آدم ها هم میدونن یه چهار تا فرمون بالاها فکر میکنن بلدن، میخوان همه ما انسان ها رو با تمام تنوعی که داریم بچکنن تو اون چند تا. خب طبعا معلومه که توتالیتر میشن، طبعا معلومه که عرض میکنم که اقتدار طلب میشن و استبداد جباریت اینا میدونن. نکته سومی که ایشون در باب ارزش داوری هاش میگه اینه که آدمایی که روباه مستکن معمولا یه نرم خویی بیشتری دارن، و آدمایی که
در موقع جوجه تیری بارن و خواب پوشتن، اینا معمولا یه تندی درشون وجود داره. ولی اون چیزی که اینا دیگه من فرصت ندارم بحث بکنم، ولی اون چیزی که ایشون خیلی برش تاکید میکنه اینه که شناختن هر کسی خودش را و شناختن متفکرانی که سرنوشت ما آدمیان دستشونه از این منظر مهمه. اولا هر آدمی خودش رو بیشتر بشناسه، بیشتر ببینه به آنچه که میداند ولو به هم رفت نداره راضیه یا بخواد همه اینا رو یه جوری به هم پیمان بده، و هم در باب متفکرانی که در تاریخ اثر روی ما گذاشتن و دارن سرنوشت ما رو بخواهیم و نخواهیم تعلیم میکنن، متفکران بزرگ در قلمرو علوم، در قلمرو تاریخ، در قلمرو فلسفه، بدونیم که اینا بیشتر از این سنخن یا از اون سنخن، چون این مهمه. خودش البته یه تعدادی از مشاهیر بزرگ عالم رو چه در میان ادیبان، رمان نویسان و شاعران و چه در میان فیلسوفان اومده گفته که اینا به نظر من از این سنخن یا از اون سنخن. یک متفکر، حالا دیگه از داستان برلین میان بیرون، یک متفکر بزرگ آمریکایی، ایشون چند سال پیش خودش یک طبقه بندی از متفکران جهان کرده که از طبقه بندی که آیزنهاور کرده به نظر من خیلی خیلی دقیق تر هم هست، ولی به هر حال در اون تفسیر بندی هم توجه به این تفکیک آیزنهاور کاملا وجود داره و عنایت شده به این تفسیر، که اینم مهمه که ما به این سو میل داریم یا به اون سو میل داریم. خب طبعا ما همین الان تو جامعه خودمون رو میبینیم، کسانی که عارف مسلکن، عارف مشربن، کسانی که متدین واقعی هم، مذهبی واقعی، نه هر متدین مانی، متدینان واقعی و خرافاتیان، اینا همشون اونایی که به همه به دنبالش میگردن، به دنبال یک اصل میگردن. چرا؟ چون به جایی که بگم چرا این امروز نمیخورد که یه علت داره و اون چرا امروز ورشکست شد و چرا امروز رابطهش با همسرش بد شد، هر کدوم از دارو باید براش ده ها علت پیدا کنن. میگم همشون به خاطر اینکه صبح از خونه که اومد دو چشمش به گربه سیاه افتاد، خب با یک چشمش به گربه سیاه افتاد تمام این حوادث قابل تبیینه، توجه بکنید و دیگر در آسوده میشه و از اونه کم نیستا. بزرگترینش همینه که هر چه پیش میاد چرا اینجوری خدا خواسته، چند تا اصل داریم در واقع، یک اصل با اینکه این از برای یک حادثه هم حتی قدرت تبیینگره، چون نمیدونیم که چیکار بکنیم که خدا نخواهد دید، چون نمیدونیم دیگه اینو نمیدونیم. بنابراین همه کسانی که به راستی عارفن و عارف مستکن، به راستی متدین و مذهبی هن، به راستی خرافی هن و به راستی تفکرات ارمان اسطوره پردازانه دارن، اینا کسانی هن که میخوان برن یه چند فرمول آسوده پیدا کنن که دیگه نباید جزء امور تطبیق بکنن. بسیار خیلی متشکر، مثل همیشه استفاده کردیم. یه فرصتی هنوز هست چون استاد باید برم به یک جلسه ای که از طریق مجازی صحبت کنم، یه 20 دقیقه ما وقت داریم که دوستان اگه سوالی دارن میتونن بپرسن. بفرمایید استاد. استاد بزرگوار که سلام هستم. بلندتر بفرمایید. بلندتر. بله. سوال هم یعنی یک سوال کلن دارم، نصف سوال رو شما پاسخ دارید. میخواستم بدونم آیا خارپشت بودن آیا به ایدئولوژی های جزمن بیشانه منجر نمیشه که پاسخ دارید؟ در مورد روباه بودن آیا به نهیلیسم منجر نمیشه؟ به تکثرگرایی و یأس فلسفی منجر نمیشه؟ اگر بخوام طبق نظر برلین نظر بدم، باید بگم که چرا حق با سرورده. برلین میگفت که رمز این که به نیهیلیزم کشیده شد و مخصوصا به آنارشیزم کشیده شد تولستوی همین بود که آخرش نتونست عرض کنم که به اون خواهد پوشون در برسه، همچنان روباه بود و وقتی روباه شد شخص اون وقت هم آنارشیست میشه، چون یک نز...
نظام یک اصل تنظیم کننده نداره و هم به یک نونیهیلیزمی رو میاره. حتی بعد از تدین متدین شدن تولستوی هم خیلی گفتن تولستوی آخرش از نیهیلیزمش نجات پیدا کرد. حالا به ظاهر البته او آورد به ارتدوکس شرقی، ولی آخرش بود دیدگاه نیهیلیستی که شد آخر به عمرش داشت. متاسفانه هم که ایشون هم اشاره کردن اینجوره، آنارشیست ها و نیهیلیست ها، آنارشیست ها در صحنه زندگی اجتماعی و نیهیلیست ها در صحنه زندگی فردی بیشتر از میان روباهان هست. بفهم بلندتر بود. از که فرمانی در این دادای کتا خواستم ببینم که نظریه مجرگرنگاه اتحامی چی جایی داری تو موجود سوال خوبیه. من البته خودم زیستشناس نیستم، ولی اگر سوال سرورم در باب این باشه که آیا واقعا این بنیاد انواع یا به تعبیر منشأ انواع که نظریه زیستشناختی داره ربطی هم به این تقسیم بندی پیدا میکنه یا نه، من فکر میکنم نه، به این معنی که شما میتونید به داروینیسم قائل باشید و این تقسیم بندی رو قبول داشته باشید، میتونید به داروینیسم قائل نباشید و بازم این تقسیم بندی آیزر برلین رو قبول داشته باشید. آقای دکتر بفرمایید. خیلی ممنون استاد محترم. باشید. کسانی که سوال دارن دستشون رو بالا کنن بدید. با درود و سپاس. اگر فضای بین خارپوش و دوبا به توضیح برش هست من این میشم اگه چی برش هست؟ فضای بین خارپوش و دوبا هم توضیح برش هست همچه فضایی هم هست بله بله بینابین بودن بله بله. الان ببینید در باب سقراط در باب برشید تولستوی ایشون گفت که خودش روباه بود ولی آرزو داشت که کاش جوجه تیغی بود. خب به همین ترتیب هم میتونه آدم فعل واقعا اینجور باشه که نیمی از همونجور میشه انگار به طرف روباه بودن بگذاره، نیمی به طرف عرض کنم که جوجه تیغی بودن. میخوام بگم او میگفت روباه بود و آرزوی جوجه تیغی داشت. حالا یک جور دیگر میشه تصور کنه کسی نه نیمی روباه و نیمی جوجه. گاهی به نظرش میاد که همین که همه چیز به نانون کافیه و گاهی به نظرش میاد که کاش همه چیز رو میشه بریزیم توی خم عرض میکنن که رنگیزی و به تعبیر زیبای مولانا، مولانا میگفت خم رنگیزی عیسی چجوری بود؟ لباسهایی با رنگهای مختلف میریختن توش وقتی در مردن میگن همه سفید. یعنی در واقع میخواست بگه که همه درگردی به یک وحدتی. خود مولانا در واقع میگفت که مثنوی من دکان وحدت است. میخواد درگرده همه چیز رو برگرده به یک وحدت نهایی. خب بله تو آدم ها میتونه این به باشه وجود داشته باشه، اما این که آدم حالا هر جور حاصل کشفش هر چی بود در باب خودش ولی لااقل کند و کاو در باب خودش بکنه که من کدومم، حالا جوابش هر جوابی میخواد باشه، به نظر من خیلی سودمنده و این تأثیریه که آیزر برلین در غرب داشت در این تقریباً 70-80 سال اخیر، چون آدم ها به خود اومدن بریدن راست میگیم ما هم اینجوری هستیم، ما هم بیشتر اینو دوست داریم یا بیشتر اونو دوست داریم یا اینو دوست داریم ولی اونی یا اونو دوست داریم ولی اینی و به هر حال شفای مختلف رو دوست دارم. آقای دکتر نصری خانواد نه جا من دارم تحریم صرف کنیم چهار تشکر می‌کنم. خیلی استفاده کردم از این مدرسه ارزشمندی شما. سوال من یکم متفاوته از کانتکست اون چون استاد اصلی که در دوران مدرن دوران ما با گسترش جمعیه‌های دموکراتیک چون که نظر هر کسی محترمه اساساً ما به مرز تفکر نمی‌رسیم. در حال که تفکر تعریفی که آیزیا برلین یا هایدگر از فکر ارائه میکنن و تفکر ارائه میکنن فکر نمیکنید که با رشد در واقع
بیان آزاد به شیوهی که در دموکراسی هست خیلی خوش نگید از این ما اصلا به مرز روباهی یا خارپشت صفتی نمیرسیم و آدم ها قبل از اینکه اصلا به فکر برسن میمیرن چرا؟ چون غریزه، خانواده، ساختار، توتالیتاریسم، دین، سنت این بشر رو خفه میکنه اصلا بشر به خصوص در دوران ما اصلا به مرز تفکر نمیرسه صحبت آیدیا برلین خیلی در مورد آدم های خاصیه که میفهمن در مورد چه چیزی، چه باوری دارن در مورد پوشش خودشون، دین خودشون، وطن خودشون، حسن و زن به مرحله تفکر رسیدن میخوام بگم که آیا این باور درسته که انسان های زیادی پیش از آن که به مرز فکر برسن میمیرن و هست میشن عرض کنم که آقای دکتر سه تا نکته رو فرمودن من یک نکتهش رو در حوزه اظهار نظر نمیتونم بکنم ایشون فرمودن تفکر به معنای مورد نظر هایدگر من واقعا هایدگر رو نمیشناسم و نمیدونم دقیقا هایدگر موردش از تفکر چی بوده این که اونجا اثبات هم نفر حرفی نمیزنم اما نکته دوم فرمودن و اون که خدا اصلا تفکر به معنی هایدگر شبیه بیرون حتی تفکر به معنی آگیش که ایشون به عنوان یک فیلسوف لیبرال خود آلیزر برلین مطرح می‌کنه در این کتاب ایشون می‌خواد بگن آیا ما اصلا به این مرحله تفکر می‌رسیم یا نه واقعیت اینه که همونطور که خود استاد اشاره کردن نه خیلی رسیدن به تفکر یعنی رسیدن به آنچه که بشه بگیم خود اندیشی استقلال فکری این بشه بگیم تفکر تفکر خودم می‌اندیشم استقلال فکری داشته باشم و بعدم در بیانش هم اصالت رو رعایت کنم به همون نتیجه ای که رسیده هم به همون نتیجه هم التزام عملی داشته باشم اینو نه اکثر من متاسفانه بهش نمیرسیم من قبول دارم اکثر ما اصلا به مرحله تفکر نمیرسیم اکثر ما اگر همه باورهامو بریزیم روی این میز هر کدوم از ما خود من اگه همه باورها میتونستم به این میز بریزم اون وقت میدیدم که خیلی از باورها ما به خاطر القا پذیری پذیرفتم خیلی رو تحت تاثیر تقدیم پذیری خیلی رو تحت تاثیر تقلید خیلی رو تحت تاثیر تعبد خیلی تحت تاثیر افکار عمومی خیلی تحت تاثیر منافع طبقاتی خیلی تحت تاثیر اون چیزی که میشه روح زمانه به ندرت ما در میان افکارمون و باورهامون یک باوری داریم که بگم این حاصل استدلالی است که براش دارم ما به مدت نداریم اینا میکنیم یعنی ما اکثر افکارمون هم که ویلیام جیمز در 1903 در دانشگاه هاروارد گفت اکثر افکاری که ما در میان داریم حاصل خوداندیشیمون نیست خودمون فکر نکرده ایم و یه الف به اصل بذاریم بقیه به جیم هستی و برسیم به علف جیم هست نه علف جیم هست و از یه جایی پذیرفته ایم حالا اونجا فهم میکنه یکی سر یه جا میپذیر یکی سر یه جا میپذیر بنابراین نه من کاملا حق با دکتر اما این که سوم آقای دکتر فرمودن و اون دکتر سوم اینه که میگفتن این که ما به مرحله فکر نمیرسیم یه مقدار فراوانش مال اقتضاعات روزگار ماست من میگم نه اقتضاعات روزگار ما هم نیست ما در دوره‌های قبل هم 5 قرن قبل 6 قرن قبل 10 قرن قبل 20 قرن قبل هم همینجور بودیم تفکر می‌کنه دشواریه و هر کسی به این کار دشوار تر نداره در این کار می‌فهمم که مثلا مصرف گرایی که در روزگار ما هست خیلی جلب تفکر رو می‌گیره اینو می‌فهمم ولی می‌خوام بگم اینجوری نیست که این نرسیدن به بلوغ فکری رو فقط به اختصاصات این زمان منحصر بکنیم نه در همه زمانهای گذشته از زمان آدم و حوا تا الان به ندرت آدم های تفکر داشتن یعنی استقلال فکری و خود اندیشی داشتن به ندرت خب حالا از مجموعی سته این نتیجه میخوایم بگیریم و اون که سخنه و باید اونم میخواستن نتیجه بگیرم و درست هم میخوام بگیرم از سخنه عرض کنم که آیزای برلین رو مثلا مصطفی رو خود پیاده نکن چون اول باید متفکر باشی تا
بعد دیگه بالا از اون متفکران یه از اون متفکرانی دیگه، هر کسی نمیتونه بگه که من فهمیدم که از این دستم یا از اون دستم، چون اول باید اثبات بکنیم که متفکری که بعد ببینیم آیا روباهی یا جوجه تیغی. و خب این درسته، یعنی آیزای برلین هم نمیتونه بگه این حرف رو هر انسانی میتونه روی خودش تطبیق بکنه و بگه یا این ولی هم یا اون ولی هم. اول باید تو خوداندیش باشی و اصالت هم داشته باشی. خوداندیشی در ارتباط با خودته، اصالت وقتی که نتیجه اندیشت رو میخوایی بشه اتظام عملی ببرزی در ارتباط با دیگران. این دوتا رو اگه داشته باشی اون وقت باید ببینیم که حالا از این دست متفکرانی یا از اون دست متفکرانی. یعنی کسانی هستن که اصلا مشغول سخن آیزای بردی نیستن به خاطر اینکه منتفی به انتفاع موضوع هن. اصلا موضوع در موردشون انتفاع شده، منتفی شده. صحب کنید به نوبت شما. من سوالی برام پیش اومد این هستش که هستی در خودش دائما تضاد رو هم همونطور که زن مرد هست، درستی نادرستی یکی بگی، این تضاد همیشه همراه ما هست. در این موضوعی که شما میگیم من نمیدونم این نقش این تضاد کجا قرار میگیره، یعنی در واقع ما روراه رو مطرح میکنیم و خارکش، یعنی یا این یا اون یا بخشی از این یا بخشی، ولی در آن واحد میتونه در مفاهیم و در معانی که ما بهش آگاهی میرسیم اون نقش تضاد هم بعد واقعش به گفته سردی میگفت که به گفته احوال ما قدر جهان هست که گهده یا اون دیگر گهنهانه هست. خب واقعا هم همینجوره، یعنی آدمیان هم حتی در همه مقاطع زندگیشون انگار به یک رویه عمل نمی کنن. یعنی ممکنه واقعا یه آدمی در این حال که رویه قالب برش رویه فرض کنیم که خواب پشته، ولی گاهی هم نشون بده ویژگی های از این طرف یا بلعکس. من این تذبذب رو، این مزاج عوض کردن های دفعیانی هم قبول میکنم. ما هیچ وقتی از تضاد بیرون نیستیم، هر آن امکان داره یک تزی در درون من یا آنتی تزی بزاید و وقتی آنتی تز زایی خب طبعا یعنی من حالا با حال قبلا فرق کرده، اما میشود به صورت آماری حرف زد. درست همینطور که ما میگیم مبتلایان به وبا 78%شون میمیرن، توجه میکنی؟ یعنی روی دونه دونه مبتلایان به وبا من حکم نمیتونم بکنم، اما میتونم بگم روی هم رفته به صورت آماری 78% مبتلایان به وبا مثلا میمیرن. به همین ترتیب هم این نکته هم در ما به صورت آماری درسته، یعنی اگر کسی زندگی شما رو مطالعه کنه میبینه شما روی هم رفته جوجه تیغی نه روباه، یا روی هم رفته روباهی نه جوجه تیغی. ولی این معنیش این نیست که شما در تمام حالات زندگیتون و در تمام اوضاع و احوال و مکانها و زمانهای مختلف بر همون چیزی که روحی قالبتونه باقی میمونید. واقعا ممکن دست میشه تضاد بشین و کم یا بیش، موقت یا بیشتر از موقت، ممکنه روحیمون روحیه بشه مخالف با روحیه عمومی همیشگی آماری. استاد بلند شیم بیستیم که ببینیم اینجوری تصور کردم که الاس طبیعی است، یعنی گروهی این گروهی آن پسند داریم همین در مسئله زندگی شد، ولی اول ما آرزو داریم که روز به یقین برسیم، هم به یقین ایمان برسیم، آرزو داریم ما اون دومونی بشیم، دوبار نشیم و درست در اوجی که بکی میکنیم رسیدیم به اون جدیه بودیم درست پیمان کنیم که به یقین رسیدیم دوباره شک کشیده میشه، یعنی علاسلیه نیست ما برداشت نمیم تصورت نکنم، بلکه میشه گفت گروهی مرتب میشن به اون یقین برسن، اسلام در اوج یقین ممکن میشن و گروهی مرتب نمیشن، ولی ایدئال همونی چه جوری خیلی حرف درستی. یعنی آیزای برلین صریحا این جمله ایشون رو میگه، میگه سرشت ما یقین خواهه اما سرنوشت ما مواجهه با شک. سرشت ما اینه که ما میخواییم با یکی دو تا سه تا اصل محکم بتونیم همه چیز جهان رو تفسیر کنیم، همه چیز جهان رو فهم کنیم و همه چیز جهان رو تبیین کنیم و همه چیز جهان رو توجیه کنیم.
یعنی فهم و تفسیر و تبیین و توجیه جهان رو دوست داریم با چند تا اصل محکم و استوار بکنیم. این سرشت ماست، میل طبیعی ما به یقینه. اما از اون طرف سرنوشت ما میده که ما دائما با شک سر و کار داریم. و این جمله ای نیست که فقط هم آیزای برمی گفته که باشه. شما ببینید ابوالعلای معروفی 1050 سال پیش میگفت که اما یقین و فدا یقینه و اینما اقصد شهادی هم از اون نبا احدوسا. یقین میخوام اما یقینی نیست. نهایت کاری که میکنم بکنم که زن و حدس کار ما زن است و حدس. اما یقین و فدا یقینه، اما یقین که یقینی در کار نیست. بنابراین بله کاملا حق با ایشونه و بدنم در اوائل کمی کتاب تصویر میکنه که ما البته دوست داریم یقین داشته باشیم. آدم از شک و دودلی خوشش نمیاد، اما این خوشایند من هیچ وقت برآورده نمیشه. ما هر جا میریم میبینیم با سایه شک به دنبال ما داره میاد. اونایی که یقین میکنن و شک نمیکنن به نظر میاد که بیشتر به جهل مرکب دوچارن نه به یقین. جهل مرکبه که هیچ وقت تو شک نیست، وگرنه یقینی ترین یقینی آدم یه شک همینشه به دنبالش میاد. ولی میخوام بگم نکته ای نبوده که آیزر بگیمش توجه نکرده باشه و کاملا من حقا سرباره منه آیزر بگیم همین میگه و خود منم قبول دارم که اگه آدم از راه های درست به یقین رسیده باشه همیشه یه احتمال شک داره. اونی که احتمال شک هیچ وقت نمیده علامت اینه که یقینش هم از راه درست بهش نرسید، با میتودولوژی درستی به یقین نرسید. اشکال نداره ما با یقین همون زندگی میکنیم، اما این که احتمال ندیم وگرنه من با الف به اصل هم زندگی میکنم اشکال هم نداره، اما این که بگم الف به اصل و محال است که روزی معلوم بشه الف به نیست، این دومی است، این و محال است که اینه که مشکل ایجاد میکنه. جناب استاد در صحبتاتون اشاره کردید به بخشی که دنیای عرفانی هست و من میخوام ببینم از دیدگاه شما این ساحت اندیشه مولانا و این دنیای بسیار پیچیده و سیر و سلوکی که داشته در کجا قرار میگیره در این بحث؟ بله این سخن رو در باب مولانا البته میشه گفت در باید بقیه عرفا میشه گفت، ولی سرورم به روایده باشی به خود مولانا توجه دارم. میگه آنچه که مولانا میگفت، خب مولانا البته قائل بود به راه کندو همین راه دید، یعنی قائل بود که جهان جهان زواهر جهان پدیدار هاست، توجه میکنید و هفت اصطلاح مختلف هم به کار میبود که خوب دوستان تو آثارش وقت دنبال میکنن این هفت اصطلاح رو ببینن. برای عالم نمودها و آدم بودها وقتی میخواست استفاده بکنه با هفت اصطلاح مختلف میتونه. خب معلومه که کاملا قبول داره که ما در جهان پدیدارها و نمودها داریم زندگی میکنیم. گاهی میگفت آدم خلق و در مقابلش میگفت آدم امر. خلق یعنی نمود، امر یعنی نمود. گاهی میگفت آدم ظاهر و در مقابل میگفت آدم معنا. گاهی میگفت آدم صورت، ببخشید ظاهر، در مقابلش میگفت آدم باطن. گاهی میگفت آدم صورت، در مقابلش میگفت آدم معنا. گاهی میگفت آدم ملک، در مقابلش میگفت آدم ملکوت. ملکوت. گاهی میگفت آدم دنیا و در مقابلش میگفت آدم آخرت. عرض کنم که حالا یادم رفت. هفتا تقابل به کار برای که همه اینها تو همه این تقابل ها اولی به نمود اشاره داره و دومی به اون، یعنی در واقع عالم خلق و امر، عالم شهادت و عالم غیب دوتا، عالم ظاهر و عالم باطن سه تا، عالم صورت و عالم معنا چهار تا، عالم ملک و عالم ملکوت پنج تا، عالم بی صورت، عالم دنیا و عالم آخرت شش تا، عالم بازی که یادم برد. به هر حال هفت تقابل به کار میبره که نشون میده که واقعا این آدم رو آدم نمودها میکنه و معتقد ما به بود راه پیدا نکرده. و خب البته معتقده که دو دسته به بود راه پیدا کرده، یکی انبیا و یکی اولیا. مرادش از اولیا عارفانه.
میگه انبیا و اولیا فقط به عالم بود داخلی کرد، ما هنوز داریم تو عالم نمود میبینیم و از نظر ما در عالم کسراتی اونا رسیدن به چی در واقع؟ به وحدت و مصطبعی من هم که امکان وحدت است. خب حالا سوال ایشون اینه که آیا این تصویری که ایشون داره این تصویر جای درستی قرار میگیره یا نه، یعنی آیا قابل دفاع هست یا نه. من خودم شخصا، البته باز رای خودم با اون کسان مخالف باشم، من خودم شخصا به این که ما در عالم نمود به سر میبریم و به عالم بود نرسیده ایم خیلی هم داستان هم خیلی قبول دارم. معتقدم این عالم عالم نمود هاست، عالم بود ها نیست و پشت این عالم عالم بود هایی وجوده. پشت میگم نه یعنی مثلا پشت مکانی نیست و حتی پشت زمانی هم نیست. اینات میکنید به زبان ساده تر براتون بگم، این عالم با دید سطحی که ما داریم عالم نمود هاست. اگر دید عمقی به همین عالم پیدا کنیم و به عالم بود ها راه پیدا کردیم، خب البته این نظر من خیلی مخالف هم بود، ولی من خودم نظر مولانا رو قائلم و فقط هم نظر مولانا نیست، نظر بسیار از عرفایی که این عالم رو باید ما عالم نمودها بدونیم و نه عالم بودها. حالا ادله‌ای که البته مولانا اقامه میکنه ممکنه از منظر فلسفی قابل دفاع نباشه و منم معتقدم قابل دفاع نیست، یعنی ادله‌ای که برای مدعاش میاد به نظر میاره قانع کننده نیست، ولی اینکه دلیل ضعیف باشه داله بر این نیست که مدعا کاذبه. ممکنه دلیل ضعیف باشه ولی مدعا کاذب نباشه. شما سوال دارم بفرمید من دفعه دارم شما به خصوص مداره کنه چه که اسمه به تفصیل بندی کنن علم و یقین، علم و یقین، حق و یقین، آیا علم و یقین آقا وجود داره یا نداره یا اینها مشکوک زند؟ بله، ببینیم اون چیزی که ما الان داشت بشیم گفتیم علوم تجربی و علوم تاریخی، اینا عرفای ما بهشون گفتن علم و یقین، گفتن اگر یقینی که از راه علم به دست میاد علم و یقین بشه، اونی که ما معمولا بهش میگیم علم فلسفی و علم به فرای نمودها، اون عرفا بهشون گفتن چی؟ بهشون گفتن علم و یقین. و اتصال شخص با عوالم بالا، اتصال معنویش بهشون گفتن حق و یقین. حالا ایشون میپرسن که آیا این به نظر شما درسته یا نه؟ من راستش این رو نمیتونم داوری در بارش بکنم، ولی من فقط اون چیزی که خیلی برام واضحه اینه که این عالم عالم نمود هاست، ولی این که آیا به عالم بود ها میتوان راه برد آنچون که عرفا گفتن یا نه، این برای من یقین نیست. به زبان ساده به لحاظ وجود شناختی من قبول میکنم که ما یه عالم نمود ها داریم و یه عالم بود، اما به لحاظ معرفت شناختی آیا کسانی هستن که واقعا به عالم بود راه بودن یا نه، اینو من شکتم، اقرار نمی کنم ولی شکتم. خیلی متشکر نوستاد، باید برسن به یه جلسه دیگه تشکر میکنیم، خیلی لطف کردن. مثل همیشه آموختیم و سپاسگزاریم. خیلی